در این ویدیو میخواهیم ماهای میلادی، ماهای شمسی و فصلها رو به زبان انگلیسی یاد بگیریم. ازتون خواهش میکنم تا پایان ویدیو با من همراه باشید. من مالک میرزایی با کانال انگلیسی با فیلم در خدمتتون هستم. بدون اطلاف وقت میریم سراغ قسمت اول درس. یعنی ماهای میلادی. ماه اول میلادی اینه. January 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 ژانویه به فارسی میشه ژانویه شروع این ماه به تاریخ شمسی 11 دی ماه و پایان اون 11 بهمنه جانوری یعنی ژانویه ماه دوم میلادی اینه فبرویری 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 فوریه به فارسی میگن فوریه ماه فوریه از دوازده بهمن شروع میشه و در نه اسفند خاتمه میابه. فبریوری اری فوریه. ماه سوم مارچ 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 ماه مارس تو فارسی میگن مارس ماه مارس از ده اسفند شروع شده و در یازده فروردین به اتمام میرسه مارچ مارچ ماه چهارم ماه چهارم میلادی اینه اپریل 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 تو فارسی میگن آوریل روز اول ماه آوریل مصادف دوازده فروردینه و روز آخرش ده اردی بهشت اپریل اپریل ماه پنجم می 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 توی فارسی میگن ماه مه یا میگن ماه می هر دوش تلفظ میشه روز اول ماه می 11 اردیبهشت روز آخرش ده خورداده ماه ششم میلادی جون 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 تو فارسی میگن جوان ماه جوان از 11 خرداد شروع میشه و در نهم تیر به پایان میرسه جون جون ماه هفتم اینه جولای 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 توی فارسی بهش میگن جویه پس جولای به فارسی میشه جویه شروعش ده تیر و خاتمش نوه مرداده ماه هشتم میلادی اینه آگست 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 ماه آگست توی فارسی میگن آگوست یا اوت پس آگوست و اوت هر دو یکی هن. شروع این ماه ده مرداد و خاتمش نوه شهریوره ماه نهم سپتامبر 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 تو فارسی میگن سپتامبر شروعش ده شهریور و پایانش هشت مهره سپتامبر سپتامبر ماه دهم ده اکتبر، اکتوبر اکتبر، اکتبر. ماه اکتبر شروعش نه مهر و پایانش نه آبانه. اکتبر، اکتبر. ماه یازدهم. نوامبر، نوامبر، نوامبر. ماه نوامبر. ماه نوامبر از ده آبان شروع میشه. و در نه آذر به پایان میرسه نومبر نومبر ماه دوازدهم و آخر دیسمبر 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 دسامبر ماه دسامبر ماه دسامبر یا ماه آخر از ده آذر شروع میشه در ده دی به پایان میرسه خب بینیم سراغ بخش دوم یعنی فصل ها فصل اول اینه سپرینگ 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 یعنی فصل اول فصل بهار فصل سرسبزی من دیدم بعضی تلفظ میکنن سپرینگ سپرینگ غلطه اون آینجی آخر باید به صورت ان تو دماغی تلفظ بشه سپرینگ نگید بگید سپرینگ سپرینگ این تلفظ صحیحه فصل دوم تابستونه تابستون به انگلیسی میشه summer. summer summer تابستون فصل سوم فصل زیبای پاییزه برای پاییز دو تا کلمه وجود داره اولینه آدم 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 دومی فال 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 هر دو به معنای پاییز و خزون هستند پاییز خزان در مورد کلمه اول یعنی آدم حواستون باشه که این رو تلفظ نباید بکنیم نباید بگیم آدم نه آدم نداریم آدم آدم اون ان تلفظ نمیشه فصل چهارم اینه وینتر 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 زمستون وینتر خب دو بخش اول این ویدیو رو سپری کردیم اگه این آموزش تا اینجا واسهتون مفید بوده ازتون خواهش میکنم ویدیو رو لایک کرده و کانال ما رو سابسکرایب کنید اون علامت زنگولی توپور رو هم فشار بدید که وقتی آموزش منتشر شد از همه زودتر مطلع بشید ازتون خیلی ممنونم خب میریم سراغ قسمت سوم قسمت سوم این ویدیو بیشتر تمرین نوشتنه املای انگلیسی ماهای شمسی رو می و تلفظ انگلیسیشون رو هم می‌گیم. بدون وقت می سراغ مورد اول ماه فروردین. ماه فروردین که ماه اول باشه اینجوری نوشته میشه. نوشته میشه فروردین. اون طرفی ها این کلمه رو می خونن. فاروردین فروردین. فروردین. خب ماه دوم اردی بهشته که توی انگلیسی به این صورت نوشته میشه. اون طرفی ها می اردی بهشت ماه بهشت ما سوم خب ما سوم ما خورداده توی انگلیسی به این صورت می نویسیمش K H O R D A D در زبان انگلیسی ترکیب دو حرف K و H صدای خ میده اول K میاد بعد H اون طرفی یا این کلمه رو میخونن کورداد کورداد ماه چهارم تیر ماه به این صورت نوشته میشه تی آی آر اون طرفی می میخونن تیر تیر نمیگن تیر میگن تیر باید حواستون باشه که در زبان انگلیسی حرف اول تمام ماها با حرف بزرگ نوشته میشه فرقی نمیکنه چه به صورت کلمه نوشته بشن چه در داخل جمله حرف اولشون رو به صورت حرف بزرگ میویسین. یعنی به صورت کپیتال لیتر. خب ماه پنجم همونطور که خودتون بهتر میدونید مرداده اینجوری نوشته میشه M O R D A D اون طرفیو میخونن مرداد. مرداد 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 ماه شیشم یا ماه آخر تابستون شهریوره اینجوری می نویسیمش همونطور که می بینید دو حرف اول کلمه SH هستند S و H ترکیب اس به صورتی که اول اس بیاد صدای ش میده در انگلیسی پس اینو هم بدونید اس و H وقتی به این صورت بیان در انگلیسی صدای ش میدن اون طرفی ها این کلمه رو میخونن شاریوار شاریوار یعنی شهری بر. ماه هفتم ماه مهر ماه اول پاییز اینجوری می نویسیمش M E H R انگلیسی زبان و این کلمه رو تلفظ میکنن مر میر ماه هشتم ماه آبان اینجوری نوشته میشه A B A N اون طرف یا این کلمه رو تلفظ میکنن ابان 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 ماه نهم آذر ماه یا همون آذر اینجوری نوشته میشه اما با تلفظ انگلیسی خونده میشه ازار ازار ماه دهم ده دیما دی 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 ای وای دی اون طرفی ها هم میخونن دی مثل روز ماه یازدهم بهمن ماه به این صورت نوشته میشه تلفظ میشه بامن بامن ماه دوازدهم و آخر اسفند ماه اسفند رو در انگلیسی اینجوری می نویسیم با این املا ای s f a n d این کلمه با تلفظ انگلیسی میشه اسفند 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 این درس آسون به پایان رسید امیدوارم واسهتون مفید واقع شده باشه از اینکه تا آخر با من همراه بودید ازتون ممنونم اگه ویدیو رو لایک نکردید حتما این کار رو بکنید کانال رو سابسکرایب کنید برای ما کامنت بذارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید براتون یک زندگی شاد و آبرومند آرزو میکنم